سیار باشم، رفتی که مثل سایه ای روی زمین آوار باشم، رفتی و جای خالیت را در کنارم حس نکردی، رفتی و چیزی از عذاب انتظارم حس نکردی. میسوزم اما آتش عشق تو خاموشی ندارم، میمیرم اما داغ چشمانت فراموشی ندارم. باید مرا باور کنی تنها ترین مرد زمینم، تا در طلوع تازه‌ای من در غروب آخرینم. من بی تو در شبهای دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل آری که این سیار باشم، رفتی که مثل سایه ای روی زمین آوار باشم، رفتی و جای خالیت را در کنارم حس نکردی، رفتی و چیزی از عذاب انتظارم حس نکردی. میسوزم اما آتش عشق تو خاموشی ندارم، میمیرم اما داغ چشمانت فراموشی ندارم. باید مرا باور کنی تنها ترین مرد زمینم، تا در طلوع تازه‌ای من در غروب آخرینم. من بی تو در شبهای دلتنگی اسیرم، باورم کن. ما الان در خدمت آقای شاهین مقدم عزیز هستیم. آقای مقدم صدای بنده رو داری؟ بله بله هست، صدایتون شما صدا شما دارم. از کلیپی که پخش شد مشخص آقای شاهین مقدم همسر و پدر دو عزیزی که در جنایتی که رژیم جمهوری اسلامی انجام داد و هواپیمای 752 اوکراینی رو سرنگون کرد، نمیدونم چی باید بگم، خودم دیگرگون شدم. از کنم آقای شاهین مقدم، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید که صحبت کنید. ممنونم، متشکرم. اول باید تشکر کنم از بابت این گلی که برام فرستادین، خیلی سپاسگزارم. خب من میتونم یک مختصر خلاصه ای بگم خدمتتون. خیلی از دوستان به من میگن که خب شما این اتفاق افتاد و در واقع بعد از این ماجرا شروع کردین به در واقع فعالیت سیاسی و به قولی دادخواهی. باید عرض کنم که اینطور نبوده. من و شکیبا سالها کار فعالیت سیاسی میکردیم در واقع تظاهرات راهپیمایی های در واقع سال 2013، سال 2017، برای همین در واقع رای گیری ضد جمهوری اسلامی برای شرکت نکردن بودیم. اتفاقا توی جلسه بودم که چند روز پیش در واقع آرشیوی از تصاویر اون زمان رو داده بودم بهشون که داشته باشن با اون پلاکارتا و اون مصاحبه و اون برنامه ها. ولی خب به یک جایی که رسیدیم، صحبتی که داشتیم با شکیبا به این نتیجه رسیدیم که خب بهتره که دیگه تمرکزمون به راستین و به آینده و خانواده باشه. به همین دلیل از این فعالیت ها کشیدم کنار، حتی تلفن ها من عوض کردم، تلفن خودم دادم به شکیبا و یه خط جدیدی گرفتم. حالا به هر حال بعد از
یک سال و نیم پیش که این اتفاق افتاد بودن 20 روز بعد ما یه شکایتی در دادگاه عالی استان اونتاریو ثبت کردیم که بعد از تلاش یک سال و نیم با فشار بر به دولت، به خاطر اینکه خود دولت کانادا چندین ماه در واقع سنگ اندازی میکرد برای ثبت این شکایت در کانادا، و ولی به هر حال با فشار ما و در واقع حرکت های خوب وکیل پرونده شکایت ثبت شد و با در واقع در تحویل مدارک و شواهد مورد نظر، خب ما تونستیم خلاصه تو در تاریخ 20 می حکم بگیریم. حکم که گرفته شد خب خیلی اتفاق بزرگی بود. ما همچین حکمی علیه خامنه ای که خودش رو رهبر ایران میدونه و فرمانده های سپاه تا به حال در طول 43 سال حکومت دیکتاتوری این رژیم نداشته. ولی واقعا اینگونه فکر میکنم که آیا با گرفتن حکم و محکومیت آقایون در همه جوامع بین المللی آیا واقعا به دادخواهی خواهیم رسید؟ خب پاسخش نه هست. تنها زمانی ما به دادخواهی و اون عدالت صحیح و واقعی میرسیم که این آقایون رو در واقع در حکومت نبینیم و این حکومت سرنگون بشه، و تنها راه دادخواهی هم رفتن و سرنگون و نابودی این رژیم هستش که من فکر میکنم مهمترین و بالاترین دادگاه هست. خود مردم اینها رو در واقع به مجازات میکنن و به ما تمام کسایی که در این 43 سال مورد در واقع جنایت و آزار قرار گرفتن به دادخواهی میرسن، و من به شخص معتقدم که دادخواهی فقط با نه به جمهوری اسلامی و در واقع همبستگی و همبستگی تمام جناح‌های سیاسی چه خارج و چه داخل با هم هست و حرکت در اون فصل مشترکی که بین همه عزیزان هست که اون هم سرنگونی و همین نه به جمهوری اسلامی هست و محقق میشه. امیدوارم که به زودی شاهد رسیدن به دادخواهی واقعی برای همه مردم اون سرزمین باشیم. من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. مرسی.